پیش بره باید هدف تعیین کنه. یکی از دلایلی که مردم چرا هدف تعیین نمیکنه همی است که در مقابل زندگی بدبین هستن. زندگی را بسیار خسته کن برای خود مد نظر گرفتن. در حالی که زندگی بسیار لذت ها داره که آدم دو تعیین بکنه برای خود و پیش بره. اما متاسفانه بعضی از ماها کارهای را انجام میدیم که دو نه برنامه ریزی داریم و نه هم نتیجه نهایی پشتش میگرده. شما هم وطنانی که در خارج هستین، اکثریت تان متعقن هستم در کاروبار بسیار مصروف هستین. اگر از شما کسی پرسان بکنه چرا قدر زحمت میکشی؟ چون نتیجه آخر حتما برش ذکر میکنی. به این دلیل ها ما میخواییم زیادتر زحمت بکشم. به این دلیل ما میتونم که به زندگی خود را پیشرفت بدم. پس از اون خاطر زیاد کار میکنین، زیاد زحمت میکشین. چون دلیل هم هست شما چون در زندگی هدف دارید. اما متاسفانه بعضی از جوانا را زیادتر من میبینم. مختصن ها بازم چون تجربه زندگی فشار سرش آوردن بازم یک کم زر حرکت در زندگی شروع کردن. اما زیاد جوانا را من دیدم. اگه هیچ هدف ندارن. از صبح که از خواب میخیزن باید یک کسی بر از اونا بگه که اینی کار انجام بده، اینی کار انجام بده. چون خودش هدف نداره. باید همیشه یک کسی بر از اون گفته بره که این کار را انجام بده. اگر اون شخص که همیشه برش میگه پدر از برادر کلان از مادر از هر آن کسی کرد. اگر او نباشه شاید این نان هم نخوره. چون همیشه عادت کرده. خود را عادت داده. که باید یک کسی بر از اون بگه این کار انجام بده. با آینده خود هیچ فکر نمیکنه. هیچ هدف برای خود تعیین نکرد. پس بدبختی هم اینجاست که بعضی از جوانا رو ببینی آینده درخشان نداره، وقتی که ازدواج میکنه خودش فامیل تشکیل میده و وسط مشکلات گرفتار است. دلیلش همی است که برای خود در زندگی هدف تعیین نکرده. ما هایی که به حیث اشرف مخلوقات در این کره خاکی آمده ایم برای ما مسئولیت های که ما از نعمت هایی که خداوند برای ما داده و پادشاه مخلوقات خود را ما را تعیین کرده که از همه خلقت خداوند ما باید استفاده کنیم. از آواز پرنده هاش باید ما مغز خود آرامش بدیم. از نباتاتش ما باید شکم خود سیر بکنیم. از حیواناتش ما باید کار بگیریم یا بار ما را انتقال بده یا از گوشتش استفاده کنیم و امثال از اونا. پس ببینید چقدر امکانات برای ما در این جهان که خاکی هست، در این کره خاکی برای ما چقدر اهداف گذاشته شده که ما استفاده بکنیم. اما بعضی آنقدر غافل هست، آنقدر دور رفتن که اصلیت خود و ارزش انسانی خود را فراموش کرده. هر آن چیزی که چشم ما میبینه قابل استفاده انسان است. انسان چرا در حالی که استفاده از او شکر از نعمت است. یعنی ما به گونه تشویق شدیم که ما از او باید استفاده بکنیم. اما بازم غافل هستیم. زندگی به یک مورال پیش میره. صبح میخیزه وظیفه برو، شام بیا خواب کن، سبا همین شکل پیش میره. دیگه روز میبینی پیر شده خلاص. در زندگی خود هیچ فعالیت را انجام نداده. با هیچ کس خوبی نکرده. خیرش به کس نرسیده. اینه متوجه باشین انسانی که برای خود کار کرده نتونست هیچ وقت بر دیگر را کار کرده نمیکنه. ما اگر میخواهیم که شخص مفید در جامعه باشیم، شخص مفید در خانواده باشیم، شخص مفید در بین تمام انسانهای جهان باشیم، ما باید اول خود را بسازیم. علمیت را، شخصیت را، همه خوبی هایی که برای یک انسان لازم هست او را اول باید برای خود بگیریم. وقتی که خود را ساختیم استفاده کرده میتونیم به فایده دیگران. پس اونایی که در مقابل زندگی بدبین هستن، انرژی مثبت در وجودش نیست، همیشه انرژی منفی در ذهنش است.
از همو خاطر هیچ فعالیت را انجام نمیده. پس اونو هشخاص یک دلش نمیست که در زندگی بدبین هست. بیاین از بدبینی برایم و زندگی یک نعمت خداوندی است، یک لذت خاص داره. بار کنین شما از زندگی وقتی که استفاده بکنید، هر لحظه تان در خوشی هست. هر لحظه شما لذت میبرین از زندگی. بیاین این عملی بسازید. حرف دوم، ترس از شکست دارن. هیچ وقت نمیخوای برای خود کار بکنه. چون زندگی همیشه این نیست که ما کارهایی را که تجربه کردیم باید انجام بدیم. نظر به سن و سال ما، نظر به شرایط زندگی، نظر به این که حالت همیشه نمیشه کار گذشته را که تجربه قبلا شده ما انجام بدیم. باید ما به کارهای جدید دست پیش کنیم و کارهای جدید را انجام بدیم. و انسانایی که در زندگی هدف نداره وقتی میگه یک کار جدید را در زندگی انجام بده، او میگه شاید دیمه شکست بخورم. یک اصطلاح هم داریم پشت هر تاریکی روشنی است و بدون شکست هم نمیشه. چون تجربه را چی به دست میاری؟ همیشه تجربه این نیست که یک کار را که انجام دادی باید انجام بدی. بعض اوقات تجربه از جدید به وجود میاد. انسانایی که معمولا پیشرفت نمیکنه، یگانه دلیل دومش ای است و هدف که تعیین نمیکنه دلیلش این می است که و معمولا از شکست میترسن. تجربه کو شکسته، تجربه بیشتر میشه. روز قبلیم بزرگوارا من در برنامه گفتم اگر کار جدید را میخوای تجربه کنی، یک راهکار نداشته باش، دو راهکار، سه راهکار داشته باش اگه میخوای به هدف برسی. چون کار جدید است، قبلا تجربه نکردی، در یک راه پیش میری بند میمونی، نمیشه دیگه پیش بری، مانعی در مقابلت میاد. اینجا اگه از او کار میگذری و انجام نمیدی، بایم دیگه مانع خودش مانع پیشرفت شد. باید رای وزی دوم و سوم داشته باشی. رای اول نشد، برو در رای دوم. در رای دوم نشد، در رای سوم، تا که به هدف خود را برسونی. پس اینجا خوب است که ما همیشه شکست ها را باید تجربه کنیم و همیشه در این فکر نباشیم که همیشه ما به پیش میرم و هیچ وقت ما شکست نمیخورم. هر چقدر میخوای پیشرفت کنی، هر چقدر میخوای کارهای جدید را تجربه کنی، اما قدر خطرش بیشتر است. و این از ابتدا خود را قناعت بده که وقتی که من میخوام پیشرفت بکنم، کار جدید را شروع میکنم، باید به شکست های از او، به مقاومت های از او و برای موانعی که در دم می باید آماده باشم. دورم میگه برنامه ریزی و پلان گذاری که حتما بازم سرش از صحبت خواد کرد. حرف سوم، در هدفشان فقدان میکنه، که ما شما به اصطلاح هم او را بلند پروازی هم میگه. بعض انسان ها هست هدف را وقتی که تعیین میکنه، آنقدر او را بلند برای خود تعیین میکنه که برای پتی اولش هم رسیدگی کرده نمیتونه، قدم اول هم ورداشته نمیتونه. چون چی است؟ این برمیگرده و برنامه ریزی نادرست. امکانات اقتصادی کمتر داره، شرایط زندگی برش مقید هست، تعلیم و علمیت در او عرصه کمتر داره، اما یک هدف تعیین کرده که نه به اقتصادش برابر هست، نه به امکاناتش برابر است، نه شرایطش داره، نه علمیتش داره. و این جسو شخص باز ناکام هست. او در زندگی خود موفق نمی باشه. پس دوستا، مهم همی است که ما وقت که هدف را در زندگی تعیین میکنیم و فقدان در او صورت نگیره، باید شرایط خود را دیده هدف تعیین بکنیم. و اگر شرایط خود را نادیده ما هدف تعیین کردیم، یعنی در هدف بلند پروازی کردیم، او خودش منجر به ناکامی هست. او خودش هدف نیز یک ضربه هست که خود ما بالای خود وارد میکنیم. پس دوست عزیز، این را بیاد داشته باشین. در هدف وقتی که در زندگی تعیین میکنین، شرایطش اول مطالعه بکنین. بیم در بازار اقتصاد یک مثال ما میتونم.
چقدر شرکت های هستن که تلفن تولید میکنن. اما آیفون در بسیار قدم بالا هست و تا حال تا امروز هیچ شرکتی که ماهانه یک مدل جدید میکشه آیفون شکست نداده و قدم اول از اون طال پایین ناورده و جایگاهش نگرفته. دلیل چی است؟ رئیس شرکت آیفون قبل از اینکه تولید به شروع بکنه و تلفن تولید بکنه در فابریکه خود 2 سال و بازار مطالعه کرد. 2 سال صبح تا شامو در بازار میگشت، در جاهایی که تلفن فروخته میشد هر تلفن را مطالعه میکرد، هر تلفن را چک میکرد، نواقصی که در هر تلفن پیدا میکرد او را یادداشت میکرد و خوبی هایی که در هر نوع تلفن پیدا میکرد او را یادداشت میکرد. محاسبه کردی خوبی ها و نواقص تلفن ها را تمام شد بعد از 2 سال. محاسبه کرد، چیز را ساخت که تا امروز سالها گذشت مدل هایی که ماهانه یک تا برآمد سال 12 مدل یک شرکت کشید، یک مدلش هم جایگاه آیفون گرفته نتونست. داله که دای آیفون چون مطالعه زیاد داشت، نه؟ بازار مطالعه کرد، 2 سال تجربه و دست آورد، بعد از او هدف در زندگی تعیین کرد که ما باید یک شرکت تولیدی تلفن را بسازم که در جهان نام داشته باشه و با اون کار خود موفق شد. هدف است، نه؟ بیشتر گفتیم که فقدان در هدف باعث ناکامی است. اما رئیس شرکت آیفون هیچ وقت بلند پروازی نکرد، وقت گذاشت، علم خود را آورد، مطابق امکانات، بازار، محیط مطالعه کرد تا که در هدفشون تا امروز کامیاب است. ببینید چند سال دیگه هم در هدف خود کامیاب خواهد باشه. پس مثال خوبی است که ما از یه عبرت بگیریم در زندگی شخصی خود. همیشه تجارت هدف نیست. اینمی که خودت میخوایی که فامیل زندگی خوش خوشحال داشته باشی، از یک در بزرگترین هدف در زندگی نیست. همین که میخوای اولادت بهتر تربیه بکنی تا که دیگر روز خیرش به خود و بر جامعه برسه، از این که هدف بزرگ نیست. این که میخوای روابط احسنه و خوب در محیط که زندگی میکنی داشته باشی، در محیط کاری داشته باشی، در اجتماعی که هستی داشته باشی، از این که هدف بزرگ ما در زندگی نمیبینم. پس بهتر است که ما خود را بهبود ببخشیم. یعنی دلیل سومه که بعضی ها در زندگی هدف تعیین کردن نمیتونه و حراز دارن چی است؟ وقتی که یک بار هدف اول علمیتش نداشته و مطالعه در موردش نداشته و شکست بسیار قوی خورده که دل سرد شده و حال در زندگی خود هدف دیگه تعیین نمیکنه. پس مطالعه در اینجا بسیار حتمی است. حرف چهارم دوستا، ترس از تفکر دیگران در مورد خود است. ما بارها در برنامه گفتیم و تکرارن میگم، هر آن انسانی که کوشش میکنه که همه گیر راضی نگاه بکنه او منافق است. باور کنین او منافق است. دلیل دارم برش. ما وقتی که هر کار در زندگی میکنیم دو مفکوره در مقابل ما پیدا میشه، در مقابل او کار ما، مفکوره مثبت و منفی. دیگه مفکوره وجود نداره. یا او کار ما را بعضی ها قبول میکنه و یا بعضی ها را رد میکنه. اونایی که قبول کرد همیشه در او کار ما را تشویق میکنه و اونایی که او کار ما را نظر با مفکوری خودش نبود رد کرد، در مقابل کار ما منفی بودن و همش ما را توهین، تحقیر و مانع کار ما میشه. پس انسانی که کوشش کرد که هر دو گروه را راضی کند چون درویه هست، ای که کارش قبول کرده با مفکوری ازی میره، او که رد کرده حتما که از او کار غیبت کار خود میکنه که نه کار ناق انجام داده میتونه، حتما درویگی کرد که هر دو گروه از خود راضی نگاه کرد. اما انسانی که راستکار باشه، انسانی که فقط بخواد در زندگی هدف خود را پیش بره، دیگه کار به حساب نکنه که منافقت دور میان بیه و یا بازی دادن دیگرا باشه، او معمولا موانع در پیشوش میه، مفکوره منفی در مقابلش میه و بعضی ها هستن حتی شاید فیزیکی کوشش بکنن که مانع کار ازی شود. پس در هر کار ما با دو گروه مردم روبرو میشیم. یکی تشویقت میکنه چون کارت قبول کرده
چون مفکوره تو ده او کار مفکوره او شخص بوده. اما مفکوره بودن در میان بوده. ما هر آن کار را قبول میکنیم که مطابق مفکوره ما باشه. پس او شخصی که کارت تشویق کرده مطابق مفکوره از او کار انجام ده. هم مفکوره بودیم. و او کسی که کارت قبول نکرد، مفکوره منفی در مقابل عملت داشت، در مقابل هدفت داشت، پس او معلوم داد. پس اینجا لازم برای ما چی است؟ که ما هیچ وقت باید در فکر از این نباشیم که مردم چی میگه. فقط در کار سه اصل تعیین کن: رضایت خداوند، با وجود آمدن انسانیت و خیر رسیدنش به دیگران. هر کار میکنی این سه حرفه به شکل فرمول برد بساز. هر هدف را در زندگی تعیین میکنی این سه نکته اول در ذهنت بگردون، با وجدانت صحبت کن که آیا این کاری که من انجام میدم، هدفی که دارم، آیا این سه مشخصه را داره نداره. خدا هم راضی باشه، انسان هاست پیشت راضی باشه، یعنی کار انسانی باشه که به یک انسان خوب و شایسته لازم باشه و دیگر از خیرش به مردم برسه، نه که ضررش. در اونو صورت است که بهترین هدف را در زندگی تعیین کرد. پشت مفکوره مردم دوستا هیچ وقت نگرد. من قصه بسیار جالب را براتون میکنم که یک داستانه که کوتاه است. میگه همون بزرگواره که داستان سر سروده بودن، همون نامش فراموشم شده، خب اشتباه نگویم، نام دیگه را استفاده نمیکنم. میگه یک شخص صاحب خودمی اطراف یا موتر نبود، وسیلهی که توسطش انتقال میکردن مرکب بود. اصطلاح وطنی ما شما خر میگیم، خب بهتر است که مرکب بگیم. خب این زن و شوهر میخواستن جای برن، باید جای میرفتن که باید در مسیر را از چهار قریه یا گذر میکردن. خب اما مرکب که وسیله انتقالی از اینا هست، ترانسپورت از اینا هست، بالای امو مرکب شوهرم شیشته، در پشترش خانم خودم شانده، کالای نو خودم پوشیدن، خواهد من کدام خانه دوستا و یا میرم. دمی قریه اول که رسیده، مردم یا را دیدن میگه سیکو اردویشه، که نه در شوهرش عقل است، نه در زنش داری، او ایوان بیزبان اردویشان سوار است. خوی شخص چون میخواست که مردم سرش انتقاد نکنه و مردم دوبارهش منفی فکر نکنه، ای چیم خودش پایین میشه و خانمش سر مرکب شیشته دیگه. همی مرکب از جلو گرفته، این نفر پیاده میره و خانمش سر مرکب است. در قریه دوم که میرسه، یک دو جوان تیر میشه، گفت سایکو زنچوره. خودش پیاده میره، زنش سر مرکب شیشته، سایکو زنچوره. خویی میگه حالا اینجا خب ما زنچو برم گفتن، برای ما گفتن که به حساب زن سرش زور است و که طور است که صلاح دعوتر ما بالخصوص زیادتر است که اگر انسان را از زرس بیتی باز یک نام منفی سرت میمونه. خویی وقتی که مجبور میشه، چون اینجا زیر انتقاد میه، خودش سر مرکب میشینه، زن خود جلو مرکب برش میته، میگه کش کده پر. در قریه سوم که میرسن، مردم میگه سایکو ظالم خدا را. زنش پیاده میره، خودش سر مرکب شد. اینجا چون خانم عزیز زیر انتقاد صورت گرفت، خب مجبور شد دیگه، راهی نماند، هر دویشون از مرکب پایین شدن. همین مرکب از جلوش گرفته و تو قصه کرده اگر خود کش کده میبرن. قریه چهارم که رسید، مردم گفت سایکو لوده خدا را، حالا که پیاده میرین چرا مرکب اگر خود کش کده میاره؟ این نفر همونجا نزدیک بود خودکشی بکنه. گفت چی حالت از ده، یک حالت هم مردم نمیمونه. یعنی دوستا پشت گپ مردم اگر بگردین و اگر بخواید تمام مردم از شما راضی باشه، باید زندگی نکنی و بمری. فقط جسم به حرکت داشته باشی که چه عمل از تو سر نزنه، باز دو وقت میشی خوب آدم. از همون خاطر در افغانستان زنده خوب پیدا نمیشه و مرده بد پیدا نمیشه. در زندگی ببینی هیچ کس هم روی ما خوبی نمیکنه. همیشه در پشت ما هست. همیشه توهین ما میکنه. همیشه تحقیر ما میکنه. همیشه هر کار ما را نقد میکنه. ما را هیچ وقت حتی آدم معصوم نمیکنه. وقتی که مردیم والا فلانی بسیار آدم نیک بود. یه وقت ببینی که به اندازه یک چیز ساختید که مثل فرشته واره که هیچ وقت گناه نمیکنه، همون چی از خودت ساخته. گاهی میگه من خوش دیدم که مرا نصیحت کرد، که ما را ایتو کرد. آل در زندگی خود همی تو بودی که غیبت شمین کردی. همی خودت بودی که برش میگفتی تو آدم خوب نیستی، در صد مجلس شده بودی و همیشه غیبت شمین کردی. و امروز که فوت کرد باز از او یک چیز دیگه جور کرد.
باز بینی جندار سرش وصل کردن و از او زیارت جور کردن و یک مردی عادیره که در زندگی او را چیز حساب نمیکنه. مثال خوبش سید جمال الدین افغان است. امی ما افغانا زمانی که او زنده بود به نام کافر از وطن را زندهش گم کردیم کشیدیم. داله که او یک کدر بود، یک علمیت بود برای افغانستان. استخوانش از ترکیه آوردن در داخل پانتون کابل امیال سر از او زیارت جور کردن. خب حال استخوان از او را من چی کنم؟ چی فایدهش برای میرسه؟ وقت که زنده بود چرا از علمیتش استفاده نکردن؟ چرا به او صد تاپه زده شد؟ ما همی گونه هستیم. چون همیشه وقت که ما به مفکوره مردم فکر کردیم نتیجه ما همی چیز میشه. بدبخترین مردم جهان فعلا مردم افغانستان است. معاصبه صورت گرفت، شاید شما شنیده باشین که غمگین ترین مردم در جهان مردم افغانستان است. راست میگه، دقیق گفتن. ما در 24 ساعت که 8 ساعت میخوابیم او را بکش، در 16 ساعت دیگه اگر ما 15 دقیقه زندگی خوش باشیم یا 15 دقیقه اگر ما خنده بکنیم، دیگه در چرت، در جگرخونی، در ماندگی، در خستگی هستیم. ما خود در طول 24 ساعت اگر 15 یا 20 دقیقه ما خنده کرده باشیم. ما آدم خود خوشخویی هم میگم، اوی که خوشخویی نیست دیگه او خوشحال بی خنده نکن. از بس که زندگی را خود ما بالای خود سخت ساختیم. از حرف دور نمیرم دوستای عزیز، همیشه اگر میخواین که در زندگی هدف تعیین بکنین، با مفکوره دیگر را فکر نکنید. ایتون نیه که هیچ فکر نکنید. من همیشه میگم از یک مفکوره کده دو بهتر، از دو مفکوره کده سه. مشوره داشته باش با آدمایی که واقعیت علمیت دارن، دو کار تجربه دارن، انسانایی هستن که از جان و دل خود را دوست داره، که بهترین اشخاص که ما را دوست داره که اعضای فامیل ما هست. مشوره در همیشه در هر کار با اعضای فامیل مشوره کن، حتی با یک طفل هم مشوره کن. شاید در ذهن طفل اون موضوع باشه که خودت هیچ فکر نکرده باشی، میتونید تجربه بکنید. چون ذهن طفل خالی است، وقتی که یک موضوع را برای از او وظیفه میگیره فکر بکو و نتیجهش برام بگو، او چون مغزش خالی است و انرژی زیادتر بالا یک حرف مندازه و از پخته سنها کرده، از انسانهای بزرگ که با تجربه کرده، طفلا خوبتر فکر کرده میکنه. از امون خاطر تعلیم سن داره. انسانی که پخته سن میشه چرا درست تعلیم مثل یک نوجوان کرده نمیتونه؟ چون مغزش دیگه مصروفیتاش بیشتر شده نه؟ درباره یک چیز درست و دقیق با انرژی نمیتونه تفکر خود را ذکر بکنه. پس دوستا خواهش همی است که کسایی که در زندگی هدف نداره، دلیل دیگه‌ای که ترس و حراس دارن چرا هدف تعیین نمیکنه امی است که همیشه فکر دیگران را میخوان. با فکر دیگران هیچ وقت زندگی ساخته نشده و نمیشه. باید همیشه ما باید چی بکنیم؟ فکر خود را ببینیم، اما فکر اطرافیان حداقل باید ببینیم. اما انسانهایی که ما را بر ما همیشه ارزش قائل هستند، باعث از این میشن که میخواین ما زندگی خوبتر داشته باشیم، در زندگی پیشرفت داشته باشیم. با اونا مشوره کنیم، با انسانایی که هیچ وقت برات ارزش قائل نیستن و هیچ وقتی تقاضا رو نداره که تو در زندگی پیشرفت بکنی، با اون مشوره نکن. او انرژی منفی میدید، حتی راهکار خود نشان نمیتنه، بر علاوه انرژی منفی رو میدید که خودت دل سرد میسازه و یک تشویش درباره او هدفت برات مندازه. موضوع دیگه، تحلیل در تفکر خود دارند. روز بعد اهدافم را تعیین خواهم کرد. این را به خاطر خلاصه برتون گفتم که بعضی هستن کوشش میکنه از نگه هدف داشته باشه، اما وقت ارزش نمیتن. کار امروز میگذارن به فردا. امروز داره که خوب وقت داره، فرصت داره، به جایی که تصمیم بگیره که من در زندگی میخوایم یک هدف تعیین بکنم، برو با زیر سبا تعیین میکنم یا این کار سبا دیگر روز انجام میکنم. دوست عزیز، از امروزت استفاده بکن. سبا روز دیگه است و مسئولیت جداگانه داره. اگر مسئولیت امروز به فردا انجام میدی، خیلی مسئولیت را چی وقت انجام میدی؟ آیا تو خبر آیا تو خوری که زنده تو
همیشه وقتی که هدف تعیین میکنین در زمان معینش تعیین بکنین. همون وقت که تصمیم گرفتی تعیین بکن. و فردا نگذار، به دیگر روز نگذار. فردا روز دیگه است، مسئولیت های دیگه در مقابل از او داریم که جوابگو هستیم در مقابلش به زندگی بعدی خود. چگونه جوابگو هستیم؟ سوال پیدا میشنه. ما وقتی که امروز خوب استفاده کردیم، زحمت خود را کشیدیم، فردای ما بهتر است. پس این جواب شد. اگر امروز زحمت نکشیدی و استفاده خوب نکردی، فردا زندگی بهتر نداری و پشیمان هستی که کاش ما دیروزی کار میکردم. چون امروز این موقعی که داری فردا نخواد داشته باشی. فردا دیگه مسئولیت تو همه که این مسئولیت را وقت نمیمانه برش. مشکل بزرگتر از زندگی ترخ میتر کورا باید حل بسازی با فعالیت خود. پس اینجاست که جواب منفی برای فردا میگی. ما همیشه این را فکر نکنیم که صرف در مقابل خداوند جوابگوی هستیم. خداوند اعمال به دو تقسیم کرده برای ما. جواب بعض اعمال ما در همین دنیا برای ما داده میشه و بعضی هایش در اون دنیا محاسبه میشه. کسی از با والدین خود رفتار نیک نمیکنه، خداوند به فرداش دیگر است که خودش والدین میشه، پدر میشه، مادر میشه، اعمالت سرش میاره. پس این جواب اعمال ماست که خداوند بر ما در همین دنیا نشان میده. او که در آخرت محاسبش 100% است. با ما چیگونه محاسبه میکنه از هر عمل ما. اگر خوب است با محاسبه خوب، اگر بد است با محاسبه بد که نتیجه منفی است پیش بگیره. اما بعض اعمال آنقدر دقیق هست که خداوند او را نمیگذاره بر روز محشر در همین دنیا پس و جوابش برات میسازه. جوابش در همین دنیا برات می. خوبی های است که پیش خداوند بسیار با ارزش است. او خوبی را وقتی که در مقابل اگر انسان دیگه انجام میدی، خداوند اجرش عاجل بر توفه گویا در همین دنیا رایی میکنه. پس بهتر است که ما همیشه کوشش خود را تعیین بکنیم. از امروز خود استفاده کنیم. این را اگر کار فردا ماندی یک روز از زندگی قرضدار شدی. چون کار امروز که فردا انجام دادی، فردا حتما کار هست که او را دیگر روز انجام میدی. اما تو یک روز پس میری. زندگی گذشته اما خودت او را ضایع کردی. چون استفاده نکردی. هر روز را کار را انجام ندادین و او را گذاشتین به فردا، یک روز خودت از زندگیت قرضدار شدی. اگر به یک هفته او را پس انداختی، یک هفته از زندگیت قرضدار هستی. و اگر او را یک سال پس انداز کردی، برای یک سال تو از زندگی قرضدار هستی. چون سال بعد هم زندگی است و هم مسئولیت ها داره. اگر مسئولیت امسال سال آینده انجام دادی، خیلی سال آینده را اتمن دیگه سال انجام میدی، پس معلوم داره یک سال از زندگی قرضدار ماندی و جوابگوی هستی در مقابلش. آینده قریب و نزدیک جوابش خودت میپردازی. نقصی که کردی، ضرری که کردی، ای کاشی که باز استفاده میکنی، اما هیچ چیز ازت نمیاد. پس دوستا خوب است که وقت را ارزش بدی. حرف دیگه، عزت نفس پایین دارن. یعنی انسانایی که در زندگی هدف تعیین نمیکنه، دیگه دلیلش این نیست که عزت نفس بسیار پایین داره. عزت نفس شاید تا حالا برنامه حتما ندادیم براتون. یک تعریف مختصر میکنیم که دوستا مشکل تمام نشه که عزت نفس چیست. یک اعتماد به نفس است. کوره برنامه داشتیم. با سوال جان یک جای با اول برنامه سر زوم کردیم. اما تنها
ارزش دادن بر خود است، ارزش دادن به مقام، ارزش دادن به این است بر خود ارزش قائل نشد و خود را غیر این کرد او کس که من به نفس این دارم. هایی که اگر میخواید از نگه داشته باشه حتما بر خود ارزش قائل است. یعنی به این معنا عزت نفس بالا داره. و انسان هایی که بر خود هدف در زندگی تعیین نمی کنند او کسی هست که بر خود در زندگی ارزش قائل نیست، یعنی عزت نفس پایین داره. و دلیل دیگه هم اینمی است که کسایی که چرا بر خود در زندگی هدف تعیین نمی کنند چون بر خود ارزش قائل نیست. تا امروز خود را نشناختن که من چقدر یک شخص مهم هستم. این را نفهمیده که برای من امروزم چقدر با ارزش است. ما باید چقدر با خوبی از امروز خود استفاده بکنم. اما این کار نکرده. پس برای خازم و حتمی است که ما در زندگی برای خود ارزش قائل شد. خواهید از زندگی برای خود ارزش قائل شد. تا که برای خود ارزش قائل نشدی و خود را یک انسان با ارزش در بین مخلوقاتی که خداوند با این بزرگیش داره و خود را ابو اشرف مخلوقاتی که خداوند حساب کرده و خود را حساب دی بازونو وقت میشی آدم با عزت نفس. و اگر ارزش قائل نشدی او وقت دیگه فقدان نعمت کردی، خود ارزش قائل نشدی. پس بهتر همی است که ما بر خود در زندگی باید ارزش قائل باشیم. دور از یاد نمی سازم، دور از موضوع نمیرم. پس بهتر از دوستا در زندگی هدف باشیم جو هدف ندارن. دلیل دیگه شی نمی است که برای خرزش قائل. حرف دیگه زندگی هدف کنه چون اهمیت هدف برش معلوم نیست. هدف یک چیز بی‌معناست برش. بی تفاوت باشن. در اینجا در زندگی همایی که در زندگی خود ارزش قائل است برای هدف و ارزش قائل باشه یست که برن زندگی بس که ما حد و ارزش بفهم تجربه بس تا دار تصال هفته تا مرمارم چون تا از رفته ما استاده است. حالا درست شد. شکر. خب موضوع دیگه که کسایی که در هدف کنند و عمده امی است که درباره هدفشان بیشترم گفتم تعلیم کمتر دارد. هر آن کسی که در هدفی که تعیین کرده ارزش نفهمید، علمیت برش دو ارسن نداشت، او یکی ناکامی حتمی است برای از او. چون وقتی که آدم یک هدف را در زندگی تعیین بکنه و دربارهش دانش و علمیت کافی نداشته باشه معلوم دار اشتباهات زیاد میشه و نتیجه مثبت از او نمیگیره. پس اینجا بهتر همی است که ما وقتی که میخواییم در زندگی هدف تعیین بکنیم با
باید علمیت کافی در موردش داشته باشیم. امی علمیت باعث میشه اشتباهات ما کمتر و پیشرفت ما در امو عرصه بیشتر میشه. ناکامی پس در نتیجه کمتر شد و ما به هدف خود میرسیم. پس لازمی است که ما در مورد هر کار علمیت داشته باشیم. یعنی دلیل دیگه ای که دوستان نمیخواین در زندگی هدف تعیین بکنن همی است که دانش در موردش کمتر داره. یعنی اول مثل پیشتر که من لابلای صحبت ها مثال دادم رئیس شرکت آیفونه. چون اول دانش خود را به دست آورد، دو سال بازار مطالعه کرد، بعد زود شرکت تولیدی تلفن ساخت. اون کامیاب هست، اشتباهات کمتر شد نه؟ اما بعضی هستن هیچ بازار مطالعه نمیکنن، تلفن هم میکشن، بازی رو ما شما به نام استاک میشناسیم نه؟ اگر نامش اشتباه نکنم، به نام تلفن های استاک میگیم که از نرخ اصلیش که بسیار ارزان. حتی شرکت او فقط هم پول مصرف خود را میخواد به دست بیاره، فایده به دست نمیاره. چون وقتی که تلفن با بازار کشیده دوباره علمیت درست نداشته و او را چک نکرده وقتی با بازار میکشه دو یک اشتباه رخ میده. شرکت از این خاطر که بسته شرکت به خاطر یک اشتباهی که در یک نویتی از تلفنشان بوده بازارش خراب شد و راجل از بازار پس جمع میکنه. بازوره به کشورهای فقیر امانند افغانستان روان میکنه که در افغانستان هم ما تلفن های استاک زیاد میبینه که در جهان اون ناکام شده، دوباره شرکت مجبور شده از بازار جمع بکنه و به کشورهایی که اقتصادا ضعیف است به شمول افغانستان بدبختانه باز اینجا روان میکنه. و موضوع دیگه ای که یا چرا هدف تعیین نمیکنه چون بودجه کافی نداره. دوستان یک چیز میگم، همیشه در زندگی پس انداز داشته باشه. یه اگر ما بگویم که هیچ پول ارزش نداره و همیشه به شکل حرفایی که به شکل نصیحت آمیز میباشه باز دو حتما ذکر میشه که پول هیچ وقت ارزش نداره. چرک دست از یک اصطلاح داریم برش نی؟ همی دستم یک وقت چرک خود ضرورت داره دیگه. چون پول یک چیز وسیله هست. وسیله ارزش خود را داره. و این ما اگر اشتباه میکنیم، اگر بگویم که پول بیخی بی ارزش است و یا باید هیچ وقت پول مد نظر نگیریم. چون پول وسیله تبادله اجناس است، وسیله است که ما توسط از او ضرورت های خود را رفع میکنیم، از اون خاطر لازم است که ارزش بدیم. اما از حد که گذشت بازود اگر دنیا دوستی است، بی ارزش ساختن معنویت خود انسان است، تا حدش پول باید چی کنیم؟ ارزش بدیم. نیک از راه ناحق و غیر قانونی به دست بیاریم که باعث ضعف شخصیت و ضعف وجدانی ما شود، ارزش بدیم تا حدش. هر انسانی که پول را ارزش ندادن او امروز فقیر است، چون مدیریت نتانسته، چون برش بی ارزش بوده، نخواسته که بالای از وقت ضایع بکنه، مدیریت لازم بالای پول خود نداشته و امروز در مشکل اقتصادی قرار داره. یعنی بعضی اوقات، اکثریت وقت، بعضی اوقات هم نه، ما هدف تعیین کرده نمیتونیم. چرا؟ چون پول نداریم و از لحاظ اقتصادی بسیار ضعیف هستیم. اگر ما برگردیم به گذشته ما پول خود را مدیریت نکردیم، در اینجا از باز اسلام این مورد برای ما اجازه نداده که مگه اسراف کردی؟ نه، اسراف گناه است. چون همین دلیل است که ما پول مدیریت نکردیم، از ما اسراف دست میزنه و از ما اسراف سر میزنه. پس لازم است که پول خود را همیشه ما باید مدیریت کنیم، یعنی پس انداز داشته باشیم. همیشه انسان اینه است که در یک وظیفه خوب باشه، همیشه پول زیاد را به دست بیاره، ماهانه از دفتر خود بگیره و خرچ و مصرف زندگی و خانواده خود بکنه. در اینجا لازم داره روز میرسه که مریض میشه، دفتن یک حادثه رخ میده که با پول زیاد نیاز است تا او حادثه را از زندگیت باید ورداری تا که زندگی دوباره نرمال شود. و یا اگه میخواید از زندگی پیشرفت داشته باشی، بعضی تغییرات باید در زندگی بیاری، بعضی چیزهای بسیار قیمتبها رخ میده اگه میخواید از زندگی تغییرات ایجاد بکنی. قیمت پولی بسیار داره. پس لازم این جمعی است که ما پسنداز داشته باشیم و پول خود را ارزش بدیم. روزی اگر هدف تعیین میکنیم، ما پسنداز داریم و از او استفاده میکنیم و هیچ وقت اقتصاد ما مانع حد رسیدن به هدف ما نمیشه. پس لازم است که همیشه پول خود را مدیریت بکنیم. بعضی دوستا هستن یا دیگه دلیلش نمی است که وقتی که به هدف نمیرسن و یا هدف تعیین کرده نمیتونن، دلیل اقتصاد هم رایش یاری نمیکنه. چون در گذشته پول
خود را مدیریت نکرده، پس اندازه نداشته. یک اصطلاح دیگه هم یادم اومد، میگه کم بخور همیشه بخور. پس ما مدیریت از گیری و در راه برعکس انداز داشتیم. روزی که میخوایم یک هدف در زندگی تنگ بکنیم که او از لحاظ اقتصادی ضرورت به یک مقدار پول ما داریم، باز اونجا از مو پس انداز خود استفاده میکنیم و راحت هدف خود را پیش برده میکنیم. یعنی مانع اقتصادی در مقابل هدف ما وجود نمی داشته باشد. و در این حرف یا در این عنوان ما حرف آخر است که نداشتن محیط برای هدف است. بعضی ها کوشش کنند که در زندگی هدف تعیین بکنند، اما محیط یاری نمی کند. مثل امروزی که محیط افغانستان قسم شده که هیچ انسان نمیتونه که آزاد کار بکنه، نمیتونه آزاد هدف در زندگی تعیین بکنه و به دنبالش بره، یا از ترس انتحاری و اگر در بازار هم میره فقط هم معاشد ضرورت خود رفع میکنه، عاجل از بازار میبره که تو باش در کدام چسبکی برابر نشه. اینی چی است که ناسازگار محیط با اهداف ماست، نه؟ که همیشه مانع هدف ما بشه. یعنی ما کوشش ما تا حده که بعضی مسائل از دوستا که همیشه آدم رنمایی که میکنه به شکل درست باشه، بهتر از روانشناسی، بعضی موانع هست که ما از محیط رو دور کرده نمی. مثلا به حیث یک انسان نرمال، به حیث یک فرد این سرزمین، من شخصا نمیتونم که جلو چسبکی ها رو بگیرم و ایرم برای من سخت است که من در مقانه بشینم و هیچ وقت به زندگی به هدف خود پیش نرم و همیشه از ترس از محیط ما که من از بین نرم قرار در خانه بخوابم و در زندگی هیچ فعالیت را انجام ندهم. پس یگانه کار دیگه هم کدام میتونیم، حداقل اگر ما محیط را اصلاح ساخته نمیتونیم، محیط خود را خود تغییر داده میتونیم. از این محیط برایم به دیگه محیط بره. نمیشه که ولی برای ما محیط ناسازگار است، محیط مانعی بشده، من نمیتونم در زندگی اهداف که دارم پیش ببرم. پس بهتر از محیط تغییر بده. هدف می است که خود را تغییر بده، نه محیط را. جای تا عوض بکن. محیط خود از کنترلت برآمده و از توانش هم نداری که بسته محیط را تو تغییرات ایجاد بکنی. خود جای تا عوض بکن تا که بتونید اون محیط متفاوت دیگه اهداف که در سر در مغز میپروری او را پیش بری. خب دوستان، در هدف سوال دیگه ای که در ذهن ما میگرده، بعضی ها میگه که من کوشش دارم هدف تعیین بکنم، همیشه کوشش میکنم، زحمت میکشم، یعنی من مفکوره مردم هم نمیبینم. این مورده که پیشتر الان یک سال صحبت کردیم، این هیچی مورد را من مد نظر نمیگیرم که خودم مانع تعیین هدف شوم، کوشش میکنم اما هدف تعیین کرده نمیتونم. چی چیزها مانع هدف ما میشه؟ داره که ما شخصا برخلاف صحبت پیشتر شخص خودش هدف تعیین نمیکرد، حال شخص هدف تعیین میکنه اما موانعی که وجود داره و او به هدف نمیرسه چی چیز هست؟ خوب است که ما او را بشناسیم تا که چیز در علمیت دوارش داشته باشیم و چیز مانع تعیین هدف ما نشه. دوستا هدف تعیین کردن اما نرسیدن. سوال هم اینجا برش خلق شده. اول نداشتن طرح و پلان مناسب است. حرف تکراری نشه. اگر پلان نبود و اگر طرح مناسب برش نداشتیم، اما حرف پیشتر که فقدان در هدف میشه، بلند پروازی در هدف میشه، دو صورت است که ما به هدف خود نمیرسیم. هدف تعیین کردیم اما ما به هدف نرسیدیم، یا پلان گذاری ما درست نبوده و یا طرح اشتباه را ما تعیین کردیم. طرحتان عوض بکنین، پلان گذاری هدف از هر یک بار بس بکنین، از هر تعیین بکنین، باز قدم برداریم. بار دوم انشاءالله خدا هم مهربان است که کامیاب شوید. حرف دوم نداشتن مفکوره است. بعض انسان ها هستن که همیشه از فکر دگر ها صحبت میکنن. همیشه دیکوش هستن که باید همیشه یک کسی را یار را میکنن. وقت که سودا میخره به یکی زنگ میزنه
همی سودا را من از کجا بخرم؟ در کجا خوبش پیدا میشه؟ یکی معلومات گرفتن از دیگر است. این کار نیک است. یکی همیشه دیگر به مفکوره بودن است. که همیشه باید از مفکوری دیگر را صحبت کنیم. از خود هیچ وقت یک گپ را در ذهن خود وظیفه نمیده به ذهن خود که نمی حرف یک بار تحلیل بکنه، از مغز خود صحبت بکنه. یک تفکر شخصی نداره، همیشه از تفکر دیگر ها. باز این اینجاست که اینی هم مانعی است که ما را نمیگذاره به هدف خود برسیم. یعنی داشتن مفکوره خوب است، چون ما وقتی که کار ما انجام میتیم، دست و پای و زبان و چشم با حرکت میکنن، اما مفکوره از دیگر ها باشه، چون مفکوره از یک جسم، حرکات فیزیکی از دیگر جسم، این جهتمند تعادل درست به وجود نمیه و اشتباهات بیشتر میشه و ما را نمیگذاره به هدف در زندگی خود برسیم. اما اگر ما از مفکوره خود استفاده بکنیم، مفکوره هم و حرکات فیزیکی هم از یک وجود باشه، حتما تعادل و هماهنگی به وجود میاد. زمانی که تعادل و هماهنگی به وجود آمد، چون مفکوره هم از ماست، دست و پای هم از ماست، زبان هم از ماست، پس در تسلط یک مدیریت شد تمام از اینا. پس یک مفکوره در یک کار و مانع خودش هم میواد. چون دقیق پیش میری، مفکوره هم از خودت، حرکت هم از خودت، عمل هم از خودت. پس اینجا از باز در هدف کامیاب میشی. یعنی دوستایی که شکایت دارن که ما به هدف نمیرسم، یک دلیل دیگه شمی است که از مفکوره خود درست استفاده نکردن و همیشه از مفکورهای دیگر ها پیش رفتن. دلیل سوم نداشتن علمیت است که بس نمی کنم، پیشترم گفتیم وقت زایی نشد. وقت ندادن معین هست. اینی هر بسیار مهم است. بعضی ها وقت معین برای پیش یا آن قدر دو هدف کم کار میکنه که هیچ پیش نمیره. این خسته میسازه دیگر روز. چون کار کردن میره هر روز اما پیش نمیره. چرا؟ چون وقت به نهایت کم گذاشته. چون هدف متفاوت است. هدف هر چقدر بزرگ میشه اما قدر وقت بیشتر میخواد که ما برش وقت بیشتر تعیین بکنیم. پس اینجاست که وقت اگر نهایت نظر و ضرورت ما هدف ما کم باشه و وقت به نهایت کم برش تعیین بکنیم، مشکل برای ما همی ایجاد میشه که هدف هیچ پیش نمیره، چون او به وقت لازم خود نرسید دیگر. او حداقل روزانه 2 ساعت کار داره. یک هدف ما 2-5 دقیقه روزمره کار میکنیم، او را به هفته ها کار میکنی به اندازه یک روز، چون کار نکردی، چون 5 دقیقه رو میبینی 2 ساعت رو میبینی. ما میگذره به اندازه یک روز 2 پیشرفت کنیم. معلوم دار که دل سرد میشی و این هم مانع هست برای هدف در زندگی ما. و یا آنقدر وقت زیاد میگذاریم، مثلا روزمره نرمال به هدف پیشترم گفتم مثلا 2 ساعت لازم داری که سر هدف زندگیت کار بکنی و پیشرفتی از او و نهایت رسیدن به او، اما خودت دو صبح تا شب مصروف هستی. خب اینجا چون او لازمن 2 ساعت ذره داره، خودت کار یک هفته را درست است در یک روز انجام دادی. اینجا پیش شدی اما به سبایش چی میکنی؟ او با مو پختگی نرسید. سیب وقتی که پخته باشه بسیار شیرین و فایده داره، نه؟ هم از لازیی بر ما فایده داره و هم ذائقهش در دهن ما بسیار خوشایند می باشه و از خوردنش لذت می بریم. هم ذائقتا لذت می بریم چون شیرین شده، پخته شده، و هم از لحاظ انرژی که در او ذخیره شده. وجود ما از ذخیره شدن انرژی که از سیب به دست میاره از او راحت است، لذت می بریم دیگه از خوردن سیب. اما سیب اگر خام باشه بخو، نه لذت می بری، حتی وجود تم خسته می سوده، دل دردت می کنه، لذت نمی بری اما تکلیف می بینی. چی از چون وقتش نرسیده بود. کاری که ما قبل از وقت می کنیم، یعنی ما زیادتر دو می خواهیم کار بکنیم، اما سیب ناپخته و نارسیده وارست. مردم از خوردن سیب لذت می بره، ما برعکس از او رنج می بریم.
دل درد ما میکنه، شیرین هم نه، ذائقهش هم نمیفهمیم، چون پیش از وقت تصمیم گیره. پس در کار هم وقت بسیار مهم است. این کدام فرمولا نداره که ما براتون بگم این رقم فکرین این رقم. هر کار خودش خود را نشان میتونه. هر چه هدف که بزرگ شده میره، کار بزرگ شده میره، وقت زیادتر میخواد. خودش برات نشان میده که سر او کار خودش برات میگه، او هدف خودش برات میگه که سر ما روزمره نیم ساعت کار کو، یا سر ما 2 ساعت کار کو، یا سر ما 6 ساعت کار کو. نرمال. پس در اینجا تعیین زمان بسیار مهم است. یعنی مانع دیگه که وجود داره، مانع دیگه که هست همین است. سوال جان اگر صدای ما داری برنامه را میخوایم دیگه پیش بریم، یک آهنگ نشر کن. و اگر صدای ما نداری ما ادامه میدیم. اگر صدای ما داری ما یک وقفه میگیرم، یک آهنگ نشر. دوست آغاز میکنیم برنامه را تکرارن. سوهل جان دیگر اشاره سان که نمیفهمی گپایم زیاد شیرین است که آهنگ نشر نکد، فقط امول اکرام برنامه آمد یا آهنگ پیدا نکد. او را میگذاریم با سوهل جان، باز خودش با دوستا جواب بده. خب موضوع دیگه که زیادتر ما را نمیگذاره در زندگی هدف تعیین بکنیم، نداشتن مکان هست. بیشترم صحبت کردیم که مکان بسیار مهم است. دوستا اینجا میخوام بعض موارد ذکر بکنم، زیادتر برمیگرده و بحث تجارتی. بعض دوستا میخواد در زندگی، بعض مزرد که اگر صدا دوستا میخواد دوستان است دمی کوچه معمولا آینای کونه و چیزا میگذره و این خوزی صدا در گوش شما بیایه و یاد خاطرات که در افغانستان بودین زنده بکنه. اما باز هم معذرت میخوام چون اتاق سر کوچه است نمیتونم این صدا رو کنترل بکنم، اما خوب است، یک لذت حتما بر شما میده، یاد از خاطرات مندازه. خب می برمیگردیم به بحث خود. دوستای عزیز، که معمولا مکان بسیار ارزش است در زندگی وقتی که ما هدف تعیین میکنیم، بلخصوص از لحاظ تجارتی اگر باشه. ما یک کاروبار را شروع میکنیم، محیط را مطالعه نکردیم، کاری که باید در سر سرک شوه او را ما داخل کوچه شروع کردیم. مثلا او به چی ضرورت داره؟ به مشتری های زیاد ضرورت داره. او لوحهش را باید ببینه، یا لوحه را بسیار در جای مناسب که دست قابل دید نیست، زیادتر مردم او را دید نداره. هر چی کوشش میکنیم، زحمت میکشیم، به هدف خود نمیرسیم، چون مکان مناسب تعیین نکرد. مثل پیشتر گفتم که زمان هم تو با ارزش است و نتیجه ساز است برای هدف، مکان هم مهم است. زیادتر دوستای ما فعالیت اقتصادی را هدف در زندگی تعیین میکنن و میخواین تجارت پیشه شون و رونق تجارتی در زندگی خود تجربه بکنن، برای از اونا صدای زیادتر بال از واسه. دی هدفتان زمان میرسین که شما مکان زیاد مد نظر بگیرید، که آیا با شما به زیاد مشتری ها ضرورت دارین، یا شما به اعلانات زیاد ضرورت دارین. زیاد کارا هست که مستقیم فیزیکی نمیرید اما فروشگاه یا هر مکانی که هست میخوایی به تماس بگیرید. در اونجا اعلانات تلویزیونی باز مهم است.
شماره و یا میباشونه به تماس میشن، تجارت و یا معدفت پیش میره. پس زیادتر دوستان ما کوشش بکنن که در تعیین هدف اگر از بود ازی است که یعنی تعیین هدفش قسمی است که با مردم زیادتر ای هدفش سر و کار داره، در اونجا برای او اهداف باز چی مهم است؟ مکان مناسب بودنش و حتمی بودنش در اونجا که جایش چی گونه تعیین بکنه زیاد لازم است که مد نظر. دیگه دلیل هم عجله کردن به مورد است. قصه سیب خوب پیشتر کردم دیگه براتون که اگر پیش از وقت از درخت کندی نه لذت میبینی برکه در یک مصیبت دیگه گرفتار استی، میده رو واکم گرفتی که دل درد شده. در جایی که سیب یک چیز بسیار مفید است اما ما فایده نی ضرر کردیم. پس اینجا لازم هست دلیلی که مانع هدف ما میشه که ما به هدف خود نرسیم، دیگه دلش اینمی است که عجله کردن است، عجله به جایی. و یک چیز باید اینجا اضافه بکنم که عجله کردن اما لذت نتیجه نهایی هدف ما را کم می‌سازد. یک کار که چقدر به سختی ها نتیجه مثبت شود است بیاری اما قدر هیجان انگیز است برد، اما قدر نتیجه گرفتن از او لذت بخش است برد. اما یک چیز را چقدر با آسانی که به دست آوردیم چون وقت کم سرش ضایع شده، انرژی کمتر سرش مصرف کردیم، معلوم دار که رسیدن به او کم ارزش است برد، آنقدر لذت هم نمیبریم. دالی که او چیز را دو هدف کوچک بوده، دو هدف رسیدی، موفق شدی، اما لذت زیاد نمیبری. چرا؟ چون دو زحمت کمتر کشیده شده، کمتر بالاش زحمت دید. پس بهتر همی است که ما وقتی که اهداف تعیین میکنیم عجله نکنیم، یعنی عجله کردن خودش مانع رسیدن به هدف ما هست. دیگه دلیل هم که مانع هدف میشه اولویت بندی نکردن است. بعضی اوقات در زندگی لازم میشه دوستا حالت سر ما می که ما مجبور هستیم چندین هدف همزمان پیش بریم. سه هدف، چهار هدف در زندگی داریم و از سه چهار هدف لازم و ضروری است. چون حالت قرار داریم، یک حالت در زندگی کم سختتر می این هدف هم باید پیش بری، اگر پیش نبردی دی نقطه نقص میکنی. این هدف هم باید پیش بری، اگر پیش نبردی دی نقطه نقص میکنی. لازم است چندین هدف پیش بری. اینجا همزمان تقسیم بندی اگر نکنی و یار اولویت بندی هم نکنی که کدامش صبح، کدامش چاشت، کدامش دیگر، کدامش شب، وقتی که تعیین نکردی اینجاست که به نتیجه هست پیش نمیگیری از یه هدف. نتیجه هدفت ناکام میشی، هیچ وقت ضایع کردن از باز. پس اولویت بندی کنی. خود ما این را دق بکنیم، تکرار را میگم، در این عرصه فرمول نداریم که ما بر شما بگویم این هدف اول بگیم، نه، چون اهداف هر کس متفاوت است. پس دوستای ما یک کار بکنن که هدف وقت که در زندگی تعیین میکنن این را مد نظر بگیرن کدامش زیاد مهم است. هر کدامش که زیادتر مهم است اونمو را در ابتدا بگیرن، وی که نسبی هست او را در وسط بگیرن، وی که آنقدر مهم نیست او را در آخر بگیرن. خب دوستا بازم مذرت میخواییم، این دفعه بولی سفید فروش آمد. خب دیگر دلیل هم که معمولا مانع رسیدن به هدف ما میشه تعیین نکردن نتیجه هدف است. یه چیز در برنامه قبلیم سر این صحبت داشتیم، چون حرف مهم است میخوایم باز بس بکنم. بعضی هستن هدف تعیین کردن که ما باید تحصیل بکنم، باید طب بخونم، دکتر دندان شم، چون همین دکتر قلب در انسان یک قلب است نیکو فایده نداره، باز 32 دندان در دان موجود داره. باز ما مردم افغانستان و جنگی هستیم، باز میگیم دانت که در بکس میزنم و حتما یک دوتا میده در کدامش پیدا میشه، یا مش نمیرسیم که پرسویا کنیم، چون باز دکتر دندان فایده زیادتر است و مشتری بیشتر داره. خب فکر کنی
هدف تعیین کرد در زندگی خود که ما میخوایم دکتر دندان شد. بس کرد 7 سال یا 4 سال یا 5 سال که چون همی رشته های تیبی زیادتر کمه طول میکشه. دوره ستاج خودم تیر کرد. دیگر از بیکار در خانه شده. حالا خیلی تو چرا که زحمت سر خود قبول کردی؟ والا ما بیکار هستم. خود سعیست که بیکار شدی. بگرد پشتش برای خود یک اگر دولتی نشد یا کلینیک شخصی برات باز کن. روز نرو دیگر برو. برای 3 ساعت کار بکن. چی هست که ای آدم تبه خان زحمت کشید وقت رضایی کرد اما نتیجه نهایی برای خود تعیین نکرده؟ نتیجه نهایی را برای خود تعیین نکرده از امو خاطر است که هدفش نتیجه گرفت، هدف رسید اما نتیجه بخشیم که همه حرف کم زده تا بالا شد اما فایده نگرفت از نتیجه به هدف خود کاملا رسانده هدف هم نهایی شد کلارم قیل انداخت عکس یادگاریم گرفت از فراغت خود اما فایده نگرفت از پیش چون نتیجه را نهایی نساخته بود بخود ما وقت که میخوایم طب بخانه و می زحمت را امروز میکشم اتو بکنم آخر میخوایم باید چی کنم ما وقت که طب خلاص کردم باید یک ماینه خانه جور بکنم ماینه خانه که جور کردم دو باید کار بکنم مریضا برم به تا زحمت بکشم این کار کنم اون کار کنم دو صورت است که نتیجه نهایی رو برای هدف خود تعیین کنم اما او دوست ما که طب خان اما بیکار امروز میگرده یک بیسوادم بیکار میگرده این دکتر صاحب مام بیکار میگرده چی است؟ که هدف داشته به هدف خود رسان زحمت کشید اما نتیجه نهایی دلیل نقصش اینجا خب یک موضوع در هدف زندگی هست اما کم ذره متفاوت‌تر میخوایم که تان صحبت بکنم در این مورد که ما میخوایم یکی از آدمایی که هدف‌های مختلف در زندگی داشته کامیابم شده و آدم بوده که همه ما میشناسیم بخصوص جوانایی که ورزش میکنن حتما او را میشناسن محمد علی کلی بود از ده گفتار و دلایلی که ای به این نتیجه رسیده اونم او را برتان میگم که وقت که انسان در زندگی هدف تعیین میکنه وقت که به هدف خود میرسه چقدر لذت آور است چقدر خوشایند است چقدر انسان با ارزش میسازه چقدر از او لحظه یکی از او جمله اشخاص کامیاب و موفق محمد علی کلی بود اول که این وقت که به این مقام رسید رنج کشیدن بود یکی رنج کشیدن فکری هست که او را ما میگیم که چرت زدن رنج میبری کار چروی تو شد که چرو جور نشد کی خودش رنج است نه اما رنج فکری است در فکر و در مغز و در فکر اموره اما تو فکر کدمی ای باز به درد بخور نیست رنج کشیدن فیزیکی یعنی هدفم زحمت کشیدن است یعنی دلیل اول که آدم رنج کش یعنی زحمت کش فیزیکی نه ذهنی رنج کشیدن ذهنی ناکامی است رنج کشیدن فیزیکی که امانا زحمت است نتیجه ساز است یک دلیل ما موزیم از زندگی بزرگوارا که ما هم انشاءالله کس دیگه در بین ما باشه که با همون مقام برسن دیگه خواست توانایی بود این هم میخواست که در بین ورزشکارا توانا باشه اما که میگیم خواستن توانستن است یک دلیلش همه نمی بود از محمد علی کلی
که او میخواست توانا و قدرتمند باشه. پس هر آن چیزی که ما میخواهیم حتما پشتش میریم. پشتش رفتیم معلوم دار به دست میاریم دیگه. دلیل سومش هم رویا پردازی میکرد. این یک دلیل بسیار خوب است. یه اون دوستا که از وظیفه که خسته آمدین و یا یک فعالیت را انجام دادین بسیار خسته تان ساخته. پیش از اینکه به بستر خواب بریم و یا هم میخواین استراحت بکنید یک خیال پردازی داشته باشید. اینی کاری که امروز شدم اگینی بخیر نتیجه پیدا کنه اینی خوبیاش برم میرسه. این همه خستگی امروز طرف هم میکنه، هم انرژی برای فردایت میته و هم رفع خستگی میشه امول ازه چون خسته شدی. خستگی امروز از بین رفت، امول لحظه آرامش برای داد و برای فردایت انرژی مثبت. خیال پردازی اگر به همین مفهوم باشه که حال ما گفتم که برای فردایت انرژی بده و خودت تشبه کنه که این کارها را انجام بدی، این خیال پردازی خوب است. اما اگر خیال پردازهای رسمی دیگه هدف هم است که بازو ناکامی است. هر کار در خیال که اگر من ایتو کدام و با ازیتو نتیجه خوب گرفتم چی اگه لذت دارد خیال رفتی صبح و کار در حال که هیچ انجام ندادی، صبح بازو خیال پردازیت یادت رفت. کلش خیال بود و خواب بود. ای چه چه اونجا از باز ناکام هستی. اما خیال پردازی به خاطر انرژی دادن به خود باشه که ما بتونم این کار ما فیزیکی خوبتر انجام بتم، ای به عوض نقص فایده داره بره. اما اگر صرف در خیال پردازی یک کار و فعالیت در خیال انجام میدی و در فیزیکی هیچ عمل وجود نداره، باز این وقت ضایع کردن. دیگه هم تجسم میکرد، همیشه فکر دی میکرد که از کدام را پیش بره تا که نتیجه خوبتر بگیره، که همانا بر میگرده به برنامه ریزی درست. بالای خودش باور داشت، بیشتر گفتیم عزت نفس. بالای خود که باور داشتی کار را انجام داده میتونی، چون انسان زاده شده از یک خل او از اون مفکوره. جالب است. نمطور است. انسانی اگه چیز متفاوت با دیگه زندگانه داره. یعنی اینه بدلیل نیست که ما انسان ها را در بین قدر مخلوق اشرف مخلوقات میگه. جالبیت های بسیار زیاد ما داره. یک شنمی است که یک چیز را که بالای خودت باور کردی بدون از اینکه از دیگه باور بکنه یا نکنه. خودت باید که چیز بالای خود باور کنی و کار انجام داده میتونی. اما اگه بالای خود باور نداشتی و انجام داده نمیتونی. میفهمی دلیل چی است؟ چون ما وقت که بالای خود باور پیدا کردیم ما حتما عملا کار را انجام میتونیم، پس میرسیم به او هدف. اما اگر بالای خود باور نداشتیم ما از لحاظ فیزیکی و عملی هیچ کار را انجام ندادیم. وقتی که انجام ندادی پس کار که انجام ندادی چی شده هدف؟ کجاست؟ چون فعالیت انجام ندادی. پس بهتر همی است که ما خود باور محمد علی اکلی خود باور بود. دیگر تغییر میکرد اما غرور نمیکرد. نقطه بسیار خوب. تغییر میکرد، پیشرفت میکرد، به مقام میرسید، اما غرور نمیکرد. پس انسانی که پیشرفت داشته باشه، امرای پیشرفت خود، ترحم و شفقت خود را حفظ بکنه و غرور را در جای خود اجازه نده، پس اینجاست که او انسان موفق است. دوستان این فهم روز نمی کچه ما چهال است، این دفعه نوبت شلغم شد. خوب است یک برنامه هم برای شما جالب شد، صدای وطنی شلغم و یارم بشنوید. نمی کنم ولی تمسخر بالای حرف من بیارزش است.
پس محمد علی کلی یک دلیل دیگیش از موفقیتش که نام جهانی پیدا کرد اینمی بود که او پیشرفت میکرد، ترقی میکرد، به یک جای میرسید، اما غرور پیدا نمیکرد. غرور فقط با او ذات پاک علای متعالی میزید، نه بر ما. به هیچ زنده جان دیگه امروز که شیطان را آنقدر لعین میگیم، لعنت کرده خداوند میگیم، فقط دلیل چی بود؟ غرور کرد. در حالی که شیطان استاد ملائکه بود، وقتی که خداوند به ملائکه امر کرد که بساز این آدمه، وقتی که آدم علیه السلام ساخت و خداوند امر کرد که ای بهترین مخلوق است، برای ازی احترام بکنید، شیطان دیگه غرور کرد نه؟ گفیره خود شاگردای ما ساخته، یعنی ملائکه، شیطان خود استاد ملائکه بود و ای از خاک ساخته شده، ما از آتش، ما چی تو برای ازی چی بکنم؟ احترام بکنم. همونجا بود که توق لعنت در گردن شد. پس ما مخلوق هستیم که نه زندگی در دست ما هست، نه هم ما در دست ما هست. در یک محدودی که بر ما تعیین شده، دو باید صاف و پاک پیش بریم. نه قدم به طرف راست اضافه برداشته میتونیم، نه به طرف چپ. یعنی چی به اعمال نیک باشه، هم دو اگر در اعمال نیک تم از حد گذشتیم، پس دو و اعمال منفی خود ذره حرکتش معلوم دار که منفی است. دوستا سوال پیدا خود شد که نیکی چی تو از زیاد شد به نقص باست. چون بعضی اوقات ما میخواییم که همیشه کار بکنیم، روزی حلال. روزی حلال سعی کنی یک عجر است نی؟ روزی حلال، روزی حلال، شو روز اولاد از پیشت مانده. صحتمندی از پیشت رفته. در مقابل نعمت که خداوند جسم برای ما داده، ما کفر نعمت کردیم دیگه. برای جسم خود رسیدگی نکردیم، به صحت خود متوجه نبودیم. پس اینجا به جای فایده ما نقص کردیم. پس در هر چیز تعادل، اگر خوبی است و اگر نرمال زندگی ما است. از بالهایش استفاده میکرد. هدفم چی است که ما در وجود خود هر انسان انرژی‌های مثبت داره. که نمو انرژی مثبت بعضی اوقات ما را به یک ذهنیت های متفاوت میبره، به یکان جاهای متفاوت ما را میبره و ما را یکان وقت هیجانی میسازه، یک جالبیت در زندگی ما پیدا میشه. یک دم میبینید یک کار ریزی که یا خورده که در زندگی انجام شده، احساساتی شدی، هیجان شدی، یک کس چیخ میزنی و خوشحال هستی و حالت متفاوت برت رخ داد. پس اینجاست که ما کوشش ما همی باشه که اونمو حالت قرار میگیریم اما هیجان انگیز، از هیجانات خود قید نسازیم، لذت ببر. و هر لحظه نیست هیجان بودن، اگر هفته یک بار در 5 دقیقه برت رخ بده، لذت ببر از بالت باز قرار بده، پرواز بده. او حالت هیچ وقت از نه. یعنی محمد علی کلی دیگه خوبی شید، هدف تا همیشه فکر میکرد هدف خود. یعنی اگر در تمرین ورزشی خودم نمی بود، یک بار چرت میگشتم که من خواهم قریب مسابقه دارم، باید سبا تمرین خوب بود. اینجاست که سبا معلوم دار، چون که خود هدف خود را در یاد خود آورد، برای سبا برنامه ریزی کرد که تمرین بیشتر بکنه. وقتی تمرین بیشتر کرد، معلوم دار قوی تر شد، با انرژی تر شد، تکنیکی تر شد و مسابقه را بود. و در مسابقات خود کامیاب شده میره. یعنی هدف را همیشه برای خود یادآور میشد. میگن حتی ای در اتاق خود باز مسابقه ای که تاریخش تیمی مسئول مبوله، مسابقه ورزشی یک ماه، یک و نیم ماه قبل
چون این ورزشکارا جسمن خدا آماده بکنه اعلان میشه و تعیین میشه تاریخ و ساعت و وقتش. بازی گفت همین مسابقهش که تعیین میشد بازی یک ورق قاجل نوشته میکرد در جایی که زیادتر میبود، مثلا روبروی تخت خواب خود، حالتایی که در بیکاری اونجا زیاد میبود یا پیشوی میز تامخانه تامخوری خود، اینا میگه یک ورق نوشته میکرد و در دیوال نصب میکرد که حتی در وقت نان خوردن، حتی وقتی که صبح از خواب میخیز عاجل یک بارم و چشمش بخوره و هدفش در یادش بیاد که این روز من مسابقه دارم، باید من تمرین روزمره زیادتر بکنم. یعنی یادآور شدن برای خود هدف خود را بسیار انرژی مثبت میشه میتا و محمد علی کلی امیر داشت. دیگه برای موفقیت آماده میشد. همیشه کوشش میکرد که آمادگی آماتان بگیره که همین برمیگرده بر پیشتر وقت که هدف هر لحظه در یادت آوردی معمولا تو آمادگی بیشتر بش میگیری. آمادگی بیشتر گرفتی موفق است. حرف آخرم همیشه با خداوند متعال راز و نیاز می. ما یک چیز در وجود خود داریم به نام وجدان. باز وجدان ما دیگه زیادتر با خالق ما در ارتباط است. باز همیشه وقت که ما هر کار می کنیم با وجدان خود محاسبه بکنیم و فکر بکنیم، باز اینجاست که بر ما مفکوره بسیار خوب داده میشه و هیچ وقت ما نمیکوشیم که کار اشتباه را انجام بدیم. هیچ وقتی کوشش نمیکنیم که باعث آزار و اذیت یک کس شویم. چون وجدان همیشه بر ما رهنمود خوب میکنه. چون چیزی که در وجود ما هست که با خداوند متعال ما همیشه در ارتباط هست، او وجدان ما هست. همیشه میگیم که انسانای با وجدان انسانای نیک هست. چرا؟ چون همیشه با وجدان خود راز و نیاز داشته، با وجدان بر وجدان خود وقت گذاشته تا که در کارهایی که انجام میده مداخله بکنه. هر وقت ما با وجدان خود ای اجازه را دادیم کارهایی را که ما انجام میتیم در طول زندگی در اون مداخله داشته باشه، ما از زیاد اشتباه دور میشیم و انسان نیک و خوب در جامعه میباشیم. پس دوستا بهتر است که ما در زندگی با وجدان باشه. انسان با وجدان هم خود را ساخته هم جهان را ساخته. اما انسان بی وجدان اول دگرها را تباه ساخته، در آخر چون نتیجه اعمالش بوده خود را تباه ساخته. پس بهتر است که انشالله که انسانهای با وجدان با انرژی و انسانهای موفق باشه. دوستان عزیز، ای بود برنامه امروزی ما بر شما، چون برنامه تیار کردیم امشب ما. تا شب جمعه دیگر اگر زندگی بود خداوند شما رو به خداوند میسپارم. و برنامه بعدی سر شخصیت سازی است. اعتماد به نفس را خواندیم، مطالعه کردیم در برنامه‌ای که با سوهل جان گرامی داشتیم. بر همان هدف بود که این هم برنامه سوم در ابتدا میشه. خود نظر و برنامه‌ای که من انفرادی انجام میدم برنامه دوم هست که هدف را شناختیم. آل که دوستای ما این سیمینار را سپری کردن که در زندگی هدف چی است، چی تو میتونیم تعیین بکنیم، چی چیزها مانعش میشه صحبت کردیم، دردسر شما را دادیم. به هفته بعدی بخیر برمیگردیم به این که ما چگونه شخصیت را خود را بسازیم، که در هدف در زندگی شخصیت بسیار مهم است. گرچه عنوان جداست اما رب دارد. چون اگر میخوایی در زندگی هدف داشته باشی و به نتیجه هدف برسی، به نتیجهش، پس شخصیت که نداشتی ناکام است. من نمیگم خدا نخواسته دوستای ما شخصیت نداره، اما هر کس اشتباهات خود را داره. شاید انسانایی که شخصیت دیگه اونمون جاست که شخصیتش حتما یکان وقت از همون نقطه که متوجه نبودن زیر سوال دارد. پس بهتر است که اون نکات ما پیدا کنیم. اگر خدا زندگی داد و دی وطن خطرناک من صبحم وظیفه که میرم، از وقتی خبر اونجا میشنوم با 3-4 حادثه که در شهر کابل صورت گرفته، وقتی که میایم همون یک انرژی است نه
که میگم اعلان شده به پشتو که جور کردن هم مخیل دوده هم رسول دوده حال همین حادثات کابل همی گونه شد هم صبح هم دیگر بندی واره آجل وظیفه برو از وظیفه آجل خانه بیا کوشش نکو در بازار بگردی. خب ما پیشتر هم در اولای صحبت ها گفتیم باید اگر می خواهیم زندگی خود را بسازیم به اهداف خود برسیم باید مقاومت باید خود ما محیط را اگر زور ما بالای محیط نمی رسد اما می توانیم خود را تغییرات ایجاد کنیم. وقتان دوستان نمیگیرم تا درودی دیگر بدرود خدا نگهدار و هفته آینده دوستان یک چیز فراموشم نشه که هفته آینده ما کوشش میکنم شماره واتساپ بگذارم در آخر برنامه هر سوالی که شما میکنین مستقیم با تماس میشیم و در برنامه هم تمام بیننده ها بشنوند موضوع را شما سوال کنین و ما جواب میدیم ان شاء الله به هفته بعدی بخش سوال و جواب که در آخر برنامه هست چون شما هم بعض سوال ها می داشته باشین که مثلا دلا بالای صحبت ها فراموش من می که در اون مورد بحث کنم یا در ذهنم نمه اون مورد مثلا در زندگی شما عملا با او گرفتار هسته این او را ذکر میکنین تا که ما هم بتانیم بحث یک دوست کوچکتان کمکتان شد. خدا نگهدار شب و روزتان خوش زندگی خوش و سالم داشته باشین.